سلام به تمام شما دوستای عزیز، خدا کنه که هر جای که هستین صحت سلامت باشین، لباس عافیت بر تن داشته باشین و باز هم مثل همیشه منتظر نظریات، انتقادات و پیشنهادات شما در هر برنامه خود هستم. و مثل از اینکه در هر برنامه خود بر شما یادآوری میکنم، مهمان را که دوست دارین بر ما معرفی کنین تا ما بتونم در برنامه آینده هم روشن صحبت داشته باشم، تا اینکه معلومات شما در مورد ایشان بیشتر و بیشتر شده بره. و می خاطر قسم وعده ای که براتون داده بودم، گفته بودم در روز عاشقا در 14 از این ماه ما میخوایم که مهمانای بسیار عالی را داشته باشم، جورای خوب را داشته باشم که امرا با خانمشان یا خود خانم امرا با شوهرشان در برنامه ما بیاین، بعضی از سوالات را که شما بر ما روان کردین ازشان بپرسیم. به این طریق امروز هم ما تنها نیستیم، یکی از مهمانای بسیار خوب را در برنامه داریم، یکی از صدای آشنا را که در ستاره افغان بر شما بهترین درخشید، آهنگایی را اجرا کرد که شما دوست داشتین و آهنگا را برش رای ارسال کردین، مطمئن هستم همه تان دوستش دارین، آقای آرش بارس امرو با خانمشان با ما هستن. اینا را خوش آمدید میگم به برنامه، یکی از جورهای زیبا عالی و موفق که من در چندین برنامه ای که در تلویزیون طلوع داشتم امرشان داشتم و امروز افتخار ازیر بخشیدن که در برنامه ما مهمان باشند. و اولتر از همه سلام و وقت شما یک زوج بسیار عالی بخیر و بسیار سپاسگزاری میکنم آرش جان عزیز که دعوت ما را پذیرفتین. روز عاشقا را براتون تبریک میگم و ناگفته نمانه دوست عزیز که فراموشم شد براتون نام خانم زیباشان را بگیرم. خانمشان خانم سامه سادات بارس نام مکملشان است و تا جای معلوماتی که من دارم آرش جان بارس برشان سم صدا میکنن. خوش آمدین به برنامه. سلام نادیا جان، خوش شدم که ما دعوت کردین، من کار شما میبینم، برنامه شما میبینم، تشکر زیاد دیگه، ولنتاین هم برای شما مبارک. تشکر بر شما همچنان. آرش جان عزیز وقت شما بخیر، خوش آمدین. سلام خدمت شما و تمام بیدیدهای این برنامه دیگاه، امیدوارم که همه روزای شما روزای پر از عشق و محبت و صمیمیت باشد و در کنفرانس بید. بسیار زیاد تشکر. خب آرش جان و خانم سامه، چون امروز روز عاشقا است، نمیخوایم بحثایی داشته باشیم که بحثای سیاسی باشد، نمیخوایم داشته باشیم که در مورد وضعیت فعلی افغانستان باشه، یک برنامه کاملا متفاوت خودمانی داشته باشیم. که اولین پرسش را که تمام علاقمندایتان از ما خواهش کرده بودن که باید از شما بپرسمی بود که گفتن اولین بار که شما امروی یکی دیگه تان آشنا شدین چی وقت بود و ازدواج شما به صورت سنتی بود یا به ای که همدیگر دوست داشتین و بالاخره به همدیگرتان رسیدین؟ یعنی یکی از سوالای عام است که همه مردم میخواید در مورد شما زوج زیبا معلومات داشته باشن. ای که کدامتان آغاز میکنین؟ اما من دوست دارم که بیشتر آرش جان در این مورد قصه کنه، چون باز خانما رقم میشرمن. محافظ کارتر همون ما حالا شان میتونم سوال جواب بولا. ما هر روز آشنا میشیم، هر روز بیشتر از روز قبل آشنا میشیم. خوشبختانه زندگی یک تجربه بسیار خوبه که میتونم بودم هر روز به نقاط یعنی به تعلیقهای سنتان شناس موافق خودش میگذارم. شناخت ما شناخت خیلی خوبیه، آغاز بسیار کاملی داشت. من اولین دار سمتان در یک خدمت خوشگاهی نقاشی بودم، حتی یک خدمت خوشگاهی خوب هستم و کارشان صدار کردیم و من فرق نقاشیشان داشتم، کارشان داشتم و خودشان هم چنین و آیستایت دیگه به بحانه نقاشی شناختم و بیشتر و بیشتر شد و با هم کارهای مشترک داشتیم. سفارشات نقاشی میدادن آرش جان بر ما عکس می آوردن بسیاری گفتن سفارش می دیدیم اولای بیا بردن از خانتان خیلی نقضان تمام از در مادر خودمون داشتی نقاشی می کردیم و خواهد به این نشنایی بارد شد
که بیشتر با هم در خواهد خوشی روشن باشه که میگرد بکنیم و بسیار عالی. پس یک سوال که اینجا مطرح میشه ای است که خانم سامه، چند سال از ازدواجتان بالاخره میشه و ثمره ازدواجتان دختر است یا پسر ایران بر ما بگوییم؟ و بعد از اون سر سوالات روز عاشقا میایم که آرش جان چی توفیه تا به حال براتان گرفته در سالهایی که گذشت و کدام توفیهش بهترین بوده بر شما؟ والا از ما تقریبا 5 سال و چند ماه نزدیک به 6 ساله که ما ازدواج کردیم و هر سال هم سالگرد ازدواج ما تجربه می کنیم. ثمره ازدواج ما دو تا طفل، یکی پسر یکی دختر، آسس و آسمان. بسیار عالی. توفه آرش جان بجز اینکه ولنتاین باشه گاهی موقع دیگه واقعا خوب باشه، اخلاقی و کارهایی هم خوب باشه، توفایی میگیره و برای ما خیلی ارزش داره، چه مادی چه معنوی. ولی به یکی از روزهای ولنتاین بهترین توفه که آرش جان به من داد این بود که سوالی هم بسیار عالی. خب آرش جان شما بگوییم که اولین بار کی گفت که دوستت دارم و جواب شخص مقابل در جواب شما چی بوده؟ خب من گفتم و جوابش سمجان گفت شده. من اصلا شکر من وارد شد واکنشی نداشتم، یعنی همون لحظه من واکنش نداشتم، فکر کنم بعد از یک روز الا دو روز باز من جواب دادم دیگه، احساس کردم که واقعا من دوست دارم آرش جان. بسیار عالی، چقدر عاشقانه. خانم سامه چقدر با نظرتون فکر میکنین که در این 5 سال از ازدواجتون که میشه مردم میگن تغییر میخوره یا با از روزای اول هم کده عاشقتر میشن؟ با نظر شما آرش جان چقدر تغییرات از در این مدت 5 سال آمده داشتن؟ مده آرش جان تغییرات زیاد کردن، یعنی تغییرات خوب، واقعا تغییرات خوب زیاد داشتن و درسته هر روزم بنظرم همونطور که حسم عمیق‌تر میشه از آرش جان هم 100% عمیق‌تر میشه. خداوند شما زوج زیبا را همیشه خوش و خوشبخت و همیشه ما قسم عاشقانه زندگیتون داشته باشه، چون نظر نشین نام خدا. پس یک سوال دیگر آرش جان که دو بار تقسیمش میکنیم که یک قسمت شما جواب بدین و یک قسمت شما خانم سامه جواب بدن. اولین بار که در بیرون غذا خوردین کجا بود؟ ای آرش جان بگوین و خانم سامه بگوین که چی حس داشتن؟ می خوام اون بار کانتینتال رفتیم، درست هست در کانتینتال با بود با میگه حالا چه ایس بشه شما بگیم حس بگه؟ نمیتونم واقعا توضیح بودم حس چی دادم بود، شاید هیجان داشتم، ترس داشتم، همه با هم قاطی شده بود. بله، به خاطر این ترس داشتم که اولین دفعه که ما هم دیگر یعنی به رستوران دیدیم قرار بود که راجع پیوند خارج به ازدواج صحبت کنیم و من نمی‌فهمیدم که باید چی بگم، چند سال اولشون بودم از بخاطر تصمیم گرفتم که ازدواج کنم و این موضوع را تک میکنم و پلان کردم که در خود کانتینیتال منطقه شاید کنم دیگه شاید جمع باید که در دوستان کنم صرفم ازای خانوازه های مدعوان بودن و شاید در اولین بار که ما فکر کردیم که مرسی می داشته باشیم که پیدا بشیم بیشتر هم نشو کنیم بیشتر هم نشو کنیم بیشتر هم نشو کنیم بیشتر هم نشو کنیم بیشتر هم نشو کنیم. خب آرش جان
و خانم سامی عزیز، آرا جان شما خبر ندارین چون مدت 5 سال از ازدواج شما میشه و حتما در مورد همدیگرتان معلومات کافی دارین. پس به مو خاطر ما بعض از سوالات را برای خانم سامه ارسال کردیم که میخوایم از خانم سامه خواهش دارم که بر شما سوالات را پرسان کنه و شما برشان جواب بدین که نه چقدر در مورد خانم سامه آرا جان معلومات داره. چیزی که در مورد مز زیاد دوست داری چیه؟ خاصی بودش نداره دیگه؟ زیاده، خب، سه تا دیگه مونده تو وقتی من پیام میدم لبخند لباس رو میایید آبلا همیشه این سفاق نیسته بدونه هیچ خب کدام عادت من دوست نداری که هنوز نگفتی همیچی رو تو نشده بگی سفر با خود تخیلی دوست دارم با بچه ها دوست نه نیزی بچه ها هم دوست دارم یکی مثلا یه سفر خودم که داشته باشیم دقل سفر بسیار طولانی قرار هم نمی داشته باشیم باز هم میبینیم از مشت و بکس و مرکس و چطور واقعا واقعا همیشه وقتی که سفر میکنم اینجای میتونیم داریم باز داری پنجا هم میگم که فقط یک لباس میکوشم یک لباس میکوشم یه هر چقدر ممکنه خود تم باشه با حضور سفر که میشه از بزن 5 تا 6 تا بکس کلا هم خیلی گذاشتن باید چیه که از یک سوال هم هست ای که اگه چهره می کاملا تغییر کنه بازم می دوست داریم بنا فکر کنم فقط تنها چهره ای که می کنشم خود بزار و حساب رسم داره من دارم کنره کار بچه داری خانه داری همین که می کنیم باید گفت بزنیم آره دیگه یعنی یک روز میرسه که ما فکر نفهم کامل شکرد میشه ما یک آدم های پیر از ویچ چون کار سلام خواهد شده چه روز دیده یه؟ من بطا ما فکر نفهم من هم چه بسیار عالی خانم سامه چقدرش بر شما درست دانست جواب بده آرش جان اما صادقانه بگه بگوین صادقانه همه چیزیه همه واقعا همه شد از ته دل بود یا نبود یه نکام ولی همه خوب بود عالی بود پس خانم سامه یکی از خوشبخترین خانم هایی هستین که شوهرتان اینقدر معلومات زیاد رو در مورد خودتان داره چون بسیاری از مهمانایی را که ما داشتیم و بسیاری از کسایی را که ما خودم میشناسم حتی اگر تقریبا از 5 سال زیادتر هم شده از ازدواجشان مگر بیشتر در مورد خانمشان قدر معلومات نمی داشته باشد دیگه واقعا آرش جان قابل از این نباید پرتنم چک چک دارم بسیار عالی پس نیم سر سوال دیگه که نسامه جان وقت خودت کار میکنی اول به من هیره بگوین که در کدام زمان زیادتر احساساتی میشه خودت و آرش جان چی کار را انجام میده تا که دوباره امراشان آشتی کنی بیشتر احساساتی آرشان موقع که به یک تایمی قول میده که من میرسنم خود کار یا میام ولی متاسفانه مثلا یک ساعت مه شاید 6 ساعت آرشان باشه میگه یک ساعت دیگه من خانه یوم رسیدم آمدم 6 ساعت شد 7 ساعت شد آرشان نمید به این چیز میکم احساساتی میشم ولی خب باز بعد از اینکه آرشان بیایی از دل و در میاره حتما یک چیزی با خود خود میاره که خیلی دوست دارم مثلا لواشکی با اینجور چیزا نیم دقیقا راست بگید و یک موضوع دیگه است که آرش جان دختر خانم ها بیشتر ترشید دوست می داشته باشن دیگه آرش جان هم یکی از اون مردایی است که همیشه هم بفهمه که خانمش در چی زیاد خوش میشه میخوای دوباره دلش هم بدست بیاره حتما هم توفر همراه خود میبره
میایم میگم بیا ببین چی پیدا کردم، بیا ببین که چی خریدم، چه چیزی هست. دیگه نمیشه که نرو، وقتی بیرون میگذاره میبینم بعد دیگه میرم به طرفی رو مزل مدر میاره دیگه، باز صحبت میکنه که این رقم مشکل بوده، رقم بود دیگه باز بسیار خوب. این تو شده که گاهی مقارشان ساعت 2 شب آماده و من غذا نخوردم خوابیدم، بعد میایم بلند میکنه میبینم میز کامل 2 شب میز چیده غذا آماده شده که بیا غذا بخور. میخوابم دیگه، حال وقت خواب دیگه کسی میل به غذا نداره دیگه، من دو میل میشینیم باز میخوریم، میگه من غذا نخوردم دیگه، باز دلم میسوزه میگم خیلی باشه دیگه. بسیار عالی. خانم سامه در دور ستاره افغان چقدر برای آرش جان رای دادیم؟ واقعا بگم هیچی، واقعا رای ندادم حتی یک رای دوست ندار شما اول بشه. بسیار خوب. خب خانم سامه، امروز که اگر روز عاشقه است، برای فینند آرش جان کدام پلان بر شما گرفته یا نی؟ و ای که آل آرش جان نگوید که من امروز مکمل پشتی خانم سامه جان نمی کنم. شما کدام آمادگی برای آرش جان گرفتیم؟ توفه چیزه؟ آرش جان عاشق سپرایز کردن دیگه، برای تولد، برای ولنتاین، برای سالگرده ازدواج دوست داره سپرایز کنه. گاهی موقع اصلا میکس میشه، هم سپرایز من هم سپرایز آرش جان، چون نه من به ایشون میگو نه ایشون به من میگم دیگه، نمیفهمم چی هست داخل سر. بسیار خوب. آرش جانم بخیر، مگه کدام پلانم داشته باشه حالا نخواد بگویه، میخوای متعجب بسازه سامه جانه. خب بازم یک بار دیگه روز عاشقا را برای شما زوج زیبا تبریک میگم، انشالله که زندگیتون همیشه و همیشه عاشقانه باشه. بسیار زد سپاسگزار هستم از هر دوی شما عزیز که دعوت من را پذیرفتین و در برنامه من مهمان بودین، وقتتون را بر ما گذاشتین در ات یک روز زیبایی که باید امروی همدیگرتون میبونین دیگه. بازم یک جهان ممنونتون. تشکر زیاد از طرف ما هم، ولنتاین به شما دو نفر تبریک باشه، زنده باشه، زندگی خوب و خوش داشته آره. باشید، بله. آرش جان از خودتان بسیار زیاد تشکر از اینکه در برنامه ما دعوت شدین، از اینکه قبول کردین، افتخار به ما بخشیدین، واقعا سپاسگزار هستم. انشاءالله که بقیه اوقاتتان خوش بگذرد عزیزم، و بازم تشکر. وقتتان بخیر، سلامت باشین. خب بینینجای عزیز نازنین، آرش جان بارس بود امرو با خانم سامه سادات بارس، خانم زیبایشان که امروز در مورد ای که چطور با هم دگرشان آشنا شدن، در مورد ای که آرش جان چقدر از در مورد خانم سامه معلومات دارن، تمامش شما معلومات حاصل کردین. تشکر از ای که برنامه همیشه بیننده هستین، و بازم میگم منتظر انتقادات و پیشنهادات شما در برنامه های آینده هستم. دوستا فراموش نکنین تا برنامه بعدی که بازم با یک مهمان دیگه و یا با یک برنامه جدید در خدمتتان قرار میگیرم، شما رو به خداوند یکتا می‌سپارم. بقیه اوقاتتان خوش.